پس از انحلال هیئت مدیره باشگاه ورزشی الصفا از سوی وزارت ورزش عربستان به دلیل شعارهای علوی هوادارانش، اکنون خبر از دستگیری 10 نفر از هواداران این باشگاه ورزشی به دلیل سردادن شعارهای ولایی از سوی نیروهای امنیتی عربستان سعودی میرسد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. دستگاه امنیتی دولت عربستان سعودی در قطیف 10 نفر از هواداران باشگاه الصفا را به دلیل شعارهای ولایی آنها در جریان بازی این تیم دستگیر کرد. رسانه‌های سعودی روز چهارشنبه گزارش دادند که ریاست امنیت کشور دستور دستگیری بیش از 10 نفر از هواداران و عده‌ای دیگر این تیم را صادر نموده و علاوه بر آن انجمن هواداران باشگاه ورزشی الصفا در شهر شیه‌نشین قطیف را احضار کرده است. این بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت ورزش و جوانان عربستان تصمیمی را اتخاذ نمود که فعالان ورزشی و حقوق بشر آن را خودسرانه توصیف کردند. بر اساس تصمیم وزارت ورزش و جوانان عربستان، انحلال هیئت مدیره باشگاه الصفا به دلیل آهنگ‌هایی که هواداران این باشگاه در سال روز ولادت امیرالمومنین علیه السلام پخش می‌کردند، اجرا گردید. وزارت ورزش و جوانان عربستان سعودی اقدام هواداران این تیم را مغایر با قوانین و مقررات و دامن زدن به فرقه گرایی عنوان نموده بودند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، رسانه ها گزارش دادند که بر اساس دستور ریاست امنیت عربستان سعودی 10 هوادار جوان از جمله علی حسین ماویس، حسین علی المرهون، حیدر صالح، کامل المسلم، عبدالله معید شریعوی، قاسم محمود قریش، عطاالله قریش، علی حسن قریش، احمد بدر المقلق و احمد المصری دستگیر شدند. در ادامه این گزارش آمده است که مقام های امنیتی حدود 200 شهروند دیگر را احضار کردند تا درباره شعارهای مردمی و ولایی که جمعه گذشته در بازی باشگاه الصفا سرداده شده بود تحقیق کنند. این رسانه ها به نقل از فعالان حقوق بشر نوشتند این گونه اقدامات خودسرانه در عربستان سعودی بیانگر فقدان آزادی و وضعیت اسفباری است که آزار و اذیت پیروان اهل بیت علیهم السلام در این کشور جریان دارد. گفتنی است که باشگاه فوتبال الصفا یک باشگاه فوتبال واقع در شهر شیعه نشین صفا در عربستان سعودی است و اکنون در لیگ دست اول فوتبال عربستان سعودی حضور دارد. این باشگاه فوتبال در سال 1947 تأسیس شده است. به تازگی وزارت ورزش و جوانان عربستان با صدور حکمی که فعالان مدنی آن را غیر منصفانه و خودسرانه توصیف کردند، هیئت مدیره باشگاه ورزشی الصفا را پس از سر دادن شعارهای هواداران این باشگاه در روز جمعه منحل کرد. علی اکبری، اخبار شیعه. ارسلان اشرفی، روزنامه‌نگار ورزشی از تهران با ما همراه هستند. آقای اشرفی سلام، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان شبکه معظم امام حسین و تبریک میگم عید سعید بزرگ مبعث رو به همه شیعیان و پیروان برحق نبی الله. زنده باشید. آقای اشرفی، آیا اقدام وزارت ورزش عربستان در انحلال هیئت مدیره باشگاه الصفا به بهانه شعار دادن طرفداران از نظر قوانین بین المللی ورزشی وجهه قانونی داره؟ ببینید، تو اساسنامه فیفا فوتبال رو این گونه تعریف میکنه که میگه یک بازی است، فوتبال بازی است. ببین، نمیگه رقابت است، نمیگه نمیدونم مسابقه است، میگه یک بازی است برای نزدیک کردن ملت ها و قومیت های مختلف با هم. هر چیزی که بخواد اساسنامه فیفا رو نقض بکنه قطعا ضد خود مرامنامه فیفا هستش. اول این اقدامی که عربستان کرد، بعدن حالا از منظر حقوق بشر و از نظر دیدگاه‌های عقیدتی هم باز دوباره
قابل بررسی و محکوم کردن هستش. اقدامی که فدراسیون ورزش به اصطلاح فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش عربستان سعودی کرده مغایر با خود مرامنامه و اساسنامه فیفا هست. منتها این اقدام شتاب زده رو من برایندم این هستش که این عزیزان در سکوت خبری خواستن سرکوب بکنن به نوعی علویان رو و پیروان بر حق حضرت امیرالمومنین رو. نظیر این رو هم تو همین رقابت‌های جام ملت‌های آسیا داشتیم که خب طرفداران تیم ملی عراق در بازی‌هایی که داشتن اونها هم همچین شعارهایی رو دادن، ولی وجود نظارت دقیق و عمیق‌تر AFC و هم فیفا که توجه رسانه‌ها بهش هستش دیدیم نه تنها هیچ برخوردی نشد، حتی در صفحات و مجازی شبکه‌های اجتماعی AFC تقدیر هم شد از هواداران پرشور عراقی که چنین اقداماتی کردن و چنین شعارهایی رو دادن. بله. جناب اشرفی، آیا صرف شعار دادن پیروان یک دین و مذهب برای پیشوایان مورد علاقه‌شان نیز از نظر قوانین بین‌المللی ورزشی ممنوع است؟ قطعاً خیر. شما ببینید در حتی فدراسیون‌های ورزشی دیگه جهان، حتی آسیایی، خب ورزشکار مختلفی در همه رشته‌ها، نه فقط فوتبال. مثلا یک ورزشکار مسکی بعد از اینکه موفق میشه گلی بزنه یا امتیازی برای تیم خودش کسب بکنه، نشان صلیب رو رو بدنش ترسیم میکنه و فیفا برخورد میکنه. هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده در هیچ کجای دنیا. یا مثلا عقاید دیگر، شما نگاه میکنید ببینید در ماه مبارک رمضان وقتی یک ورزشکار مسلمان مثلا میخواد روزه خودش رو نگه داره، روزه داری بکنه، آیا فیفا برخورد میکنه؟ آیا فدراسیون های دیگه ورزشی برخورد کردن؟ نه خیر، این همیشه قابل احترام بوده از سوی فیفا. و همینطور اینکه همیشه فیفا قوانینی که اگر وضع کرده برای بازداری از دامن زدن به نگرش های عقیدتی یا سیاسی، اون برای باشگاه ها بوده به خاطر اینکه هوادارها آزادی عقیده داشته باشن، نه اینکه اگر هواداری عقیده خودش رو اومد در ورزشگاه فریاد زد و اون برخورد بشه. نظیر این رو ما در مسائل سیاسی هم زیاد داریم که میتونیم رفرنس ها و فکتاش رو ارائه بدیم. بله. آقای اشرفی، چه راهکاری برای مقابله با این گونه اقدام های دولت عربستان که در راستای دشمنی با شیعیان می باشد می تواند از سوی فعالان ورزشی و حقوق بشر شیعه در عربستان اتخاذ شود؟ ببینید، عرض کردم شما چند روز پیش در مسابقات جام ملت‌های آسیا هوادار تیم ملی عراق هم شیعیان عراق هم همین شعارها رو دادن و هیچ برخوردی نه نشد. اینجا برخورد نشد به خاطر اینکه تو دید رسانه ها بود، تو دید فیفا بود مشخصا و AFC نظارت میکنه، ولی در لیگ یک عربستان ممکنه اون رپورتاج خبری، اون پروپاگاندای تبلیغاتی وجود نداشته باشه و سردمداران ورزشی آل سعود احساس کردن که از این خلأ نظارت رسانه‌ای توجه مردم میتونن نهایت سوء استفاده رو بکنن و یک چنین ظلمی رو به این باشگاه صفا و هواداران ما محترمش بکنن. به نظر من راهکار میتونه همین باشه که برنامه خوب شما الان میاد گزارش تهیه میکنه، این رو رپورتاج خبری میکنه، این رو رسانه‌ای میکنه، و این از طرفی هم قوانین فیفا وجود داره که خود همین اعضای هیئت مدیره باشگاه میتونن این رو به دادگاه کس در فیفا برسونن، به گوش اونها برسونن و از اونها کمک بخوان. قطعا نظارت های جهانی میتونه این تظلم خواهی رو برای باشگاه محترم صفا و هوادارانش داشته باشه. ممنونم. ارسلان اشرفی از تهران با ما بودند.